سلام سلام به دوستایی که بزرگترین برنامه موسیقی یعنی تی استیج بیننده هستین. خدا کنه هر کجایی که هستین جور صحتمند و سر حال باشین. دوستایی که از خارج از افغانستان برنامه‌های شبکه جهانی آریانا را می‌بینین، بخصوص برنامه تی استیج، خدا کنه جور صحتمند و سر حال باشین و این برنامه تی استیج مطمئن هستم که لذت می‌برین از دیدنش. و مهمان امشب برنامه تی استیج هنرمند است که در این آخر واقعا غوغا کرده، شرافت جان پروانی، خوش اومدی در برنامه تی استیج. خوشحال هستیم که خودت در برنامه داریم. زنده باشی، سلام تقدیم میکنم خدمت خودتان مروه جان عزیز و از طریق برنامه زیبای شما خدمت تمام مردم افغانستان که در گوشه و کنار هستن صدای منو میشنون. آرزو میکنم خوش باشن، خندان باشن، لب و جب باشن و آرزو میکنم برنامه که با شما داریم خوششان به لذت ببرن. آها سلامت باشی پروانی عزیز، دیگه بر ما تحفه هم داری دیگه در برنامه تی استیج. بله چرانی عزیز دل، تحفه هنرمند خمو انگایش از دیگه دقیقاً خدمتتان انشالله. خب پروانی عزیز، خوب است که در اول بر ما بگویی که راز متفاوت بودن آهنگای در چی است که در دلها چنگ میزنه. قربان شما، راز موفقیت یک آوازخوان و یک کسی که در دلها چنگ میزنه از نظر شخصی خودم عشق است و باید به عشق کار کرد و به عشق رفت و از عشق گفت و وجود انسان ها همگیش پر از عشق است. یگانه علتی که من بین مردم خودم میبینم علتش همیست که خوش دارم با عشق بخوانم و خوش دارم که در بین مردم عاشقانه باشم و عاشقانه بخوانم. شرافت عزیز، اما تو عاشقانه که میخوانی عاشق هستی؟ 100% بدون عاشقی خدا نیست. خب بسیار خوب، اینم تو را از کجا پیدا کردی؟ اینم تو را یافتم از خود. از خود؟ بله، همه چیز در وجود خود ما هست، اما ای که سر بزنیم به زیبایی که در وجود ما، شما خداوند زیبایی ها را خلق کرده، سر بزنیم انشاءالله که همه چیز به دست ما میاد. و یه نمتوخ یک موضوع شیرین به نظر خودم و جالب، یه نمتو ای دیگه تقدیم دوستا و عزیزایی که علاقه مندشام هستن و از خودم سر زده دیگه. خب ما متوجه بودم در تمرین خودت این نمتو رو فکر کنم با پشتو هم میگفتی. ام دغسه. خب پروانی عزیز، درباره آهنگ اولی که در تی استیج اجرا میکنی بر ما معلومات بده، با صحبت های ما ادامه دار. اولین آهنگی را که من تقدیم میسازم از طریق برنامه شما، آهنگ خراب و مست و شبگردم زمان بگذر رهایم کن، یکی از آهنگ های نعیم جان پوپل است که دوباره خوانیش میکردیم البته تقدیم هم عزیزا. کدام نوآوری یا موردی در آهنگ؟ والا کدام نواوری خاص ناوردیم، صرف یگان کارکایی که یگان جایش دولا و یک لا ساختیم همی کار ما کردیم و آرزو میگونیم که خوش علاقمندا و شما و از همگی. مطمئن هستم که علاقمندای تا از دیدن و شنیدن آهنگ لذت میبرن. خب به نظر خودت محلی با چی نوع موسیقی گفته میشه؟ چون خودت هنرمند هستی که زیادتر آهنگای محلی میخوانی. محلی یک موسیقی است که عام پذیر، یعنی ما شما اطراف های خودم مثل محلی فکر بکنیم، چون در اطراف ما اکثریت مردم های ما که هستن دور از درس و تحصیلات است، اکثریتش دیقان طایفه است یا کسایی هستن که مندقه های دور دور زندگی میکنن و یا آهنگ های محلی در این شعرهای استفاده میشه که همگی میتونن از این استفاده بکنن. دقیقا. چون محلیست نه، مثال که اگه پارچه کشم خیر است، اگه نکته که زمزمه میگونم میگه لب دریا برایت خانه سازم، بر زلف سیایت شانه سازم، بر زلف سیایت شانه چه باشه، تو ره از خود بتر دیوانه سازم. هدف چون انیمیال واضح گفته شد دیگه، این محلی شعر. بله دیگه محلی همیشه انشالله که همگی میشنوندش و زیبا است. تمام موسیقی ها زیبا است، ویژگی های خاص خود داره،
خب باز ملی شیرین تر. بله ما بار بار در برنامه ها تکرار کردیم که آهنگای محلی یک کیف و مزداری خاص خود داره. دیگه و هنرمندای محلی خان ما دیگه مثل شرافت پروانی ناگفته نمونه که خیلی زیبا میخونه. خب منتظر اجرای اولت هستیم در تی استیج و از نوازنده عزیز ما هم خواهش میکنیم که بیان و شرافت پروانی دیگه منتظر نمونه. خوابم از تو شب گردم زمن بگذر رهایم کن سراپا حسرتم دردم زمن بگذر رهایم کن رهایم کن رهایم کن ز من بگذر رهایم کن رهایم کن رهایم کن ز من بگذر رهایم
ادامه برنامه تی استیج است. سلام به دوستایی که تازه بینیدی برنامه ما هستن و شرافت عزیزم آهنگ اول خود برنامه اجرا کرد، خیلی مقبول و زیبا. دیگه مطمئن هستم علاقمندایت خوششون اومده. زنده باشین، شما مقبول شنیدین و آرزو میکنم که علاقمندای عزیزم که در گوشی هستن صدای مرا میشنون، آهنگای مرا میشنون و بخصوص آهنگی را که تقدیمشان کردیم، آرزو میکنم که لذت برده باشن. سلامت باشی شرافت عزیز. خوب است که بر ما و کسایی که در مورد خودت اوقدر معلومات ندارن، البته علاقمندای خودت، بر ما بگویی که چند سال پیش خودت موسیقی را آغاز کردی؟ تقریبا مدت خدا گردن مبسته نکنه که 16-17 دمی وقت هست، یا 15 سال شده یا 16 سال شده 17 سال شده که با موسیقی هستم. اما تقریبا یک 2 سال یا 3 سال میشه که تیت شده گپ. پیش از او 2 سال 3 سال یک کسی بودم که دیگه گوشه گک آجزانم، یا الان آجزه بیچاره و فقیر هستیم. دیگه مو وقت هم مسکینانه فقیرانه با موسیقی بودیم، دیگه او قدر نام از نشان نبود. امروز که رضای الهی شده، خداوند سپاس گذار. آها، واقعا که در یه آخر بسیار غوغا کردی شرافت جان. دیگه کسایی که بیننده هستن امی لحظه میفهمن که چقدر آهنگایت همیشه از طریق برنامه انتخاب بیننده ها، از طریق رسانه های مختلف نشر میرسه. خب شرافت جان، خوب است که بر ما بگویی که امی از نگاه خودت موسیقی یعنی چی تعریف داره؟ موسیقی تعریفش این است که یکی خو در افغانستان ما مدت زمانهایی میشه که جنگ و پراگندگی است که امروز اکثریت اوقدر به موسیقی علاقمندی ندارن، چون وضعیت روز و روزگار نامناسب است از اکثریت هموطنای ما و شما. چون حالتی که در افغانستان آمده حالتی خوب نیست، گدوادی زیاد است. دیگه موسیقی از نظر من یک چیزی است که از این خوب استفاده شوه و از این خوب لذت برده شوه و چیزی است که میتونه که انسان شاد بسازه و لذات پر از غم و درد و جگرخونی و گریه و اطوره را به لبخند تبدیل بسازه. خب شرافت کیها را در موسیقی میپذیره؟ من همه هنرمندا را دوست دارم، ملیخانا را، غزلخانا را، آماتورخانا را، و برای همگیشان احترام دارم و شنونده همگیشان هستم. زیادی وقت باز خودم هم میشنوم. تو کس را الگویت قرار ندادی؟ الگو خو کسی را قرار ندادیم و فکر نکنم، چرا که همیشه ما کوشش کردیم که خود باشم. خب بسیار خوب موضوع اشاره کردی، آهنگای خودت گفتی همیشه میشنوی، کدام آهنگ تا بیشتر میشنوی؟ اکثریت وقت که میشنوم یک آهنگی که من از داخل موتر خودم بازوره، بعضی وقتا میشنوم که زمزمش کنم. خوب است، میشنوی. معنی بلند من فهمتون میخواهد، معنی بلند من لا 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 لا. سیر فکرم آسان نیست، کوهمو کتل دارم به بچ می پرستی جاده، نشانه ازل دارم. به به. خب این آهنگتون گفتین از خودتون یکی است؟ نه، آهنگایی است که زیاد میشنومش و خوش دارم میشنوم. یکی از آهنگای اکبر نکزاد، هنرمند محبوبی افغانستان است. این آهنگ بازخوانی هم کردین شما؟ یا هنگ من بارها و در محفلای شب نشینی با دوستا، با رفیقایی که دور هم جمع میشیم، دیگه بدون یا هنگ بعضی شب اگر من خود موسیقی را خاموش کنم که یا هنگ نخوانم، امکان داره که چیزی گم کدگی باری باشه. خب در برنامه تی استیج تمام آهنگایتون که اجرا میکنین محلی است یا متفاوت است؟ یک متفاوت است اینجا، یک پرچیش که نسبتاً محلی است، دیگه یک پارچه از نیم جان پوپل بود که ادا کردیم و آهنگ دیگه هم دویمیش که از مرحوم احمد ظاهر است. دیگه خوب است، آهنگ کوی را انتخاب کردیم. کدام آهنگ مرحوم احمد ظاهر شما اجرا میکنین؟ البته اجرای دومتان. از پیش من براو که دل آزاره، ناپایدار و سست و گناهکار. شروع دیگه، ما رفتم.
پیش من برو که دل آزارم و باید آرو سستا گناه در کنج سینه یک دل دیوانه در کنج دل زار و از داره Yeah.
ادامه برنامه تی استیج از دوستای عزیز، مطمئن هستم از آهنگایی که شرافت پروانی براتون اجرا کرد لذت بردین. چطور؟ اما ما روزو میکنم که لذت برده باشه. خب بسیار خوب. شرافت عزیز، دوست داری که در کجای کهکشان موسیقی باشی خودت؟ خوش دارم که همیشه در جایگاه در موسیقی قرار بگیرم که در بین مردم باشم و بتونم به مردم خدمت بکنم از طریق موسیقی. یکی موسیقی تو را به قله ها بکشه، اما از مردم دور بانه نه. در هر سطحی که می باشه با مردم باشی و امو چی میگن ترازوی خود پیدا بکنی که باید کتی مردم چی رقم و از کدام آهنگا و با چی رقم سبکا پیش بری که در دل مردم ها جا بگیری و جا داشته باشی و باید کیف کنن و تو با تمام شنوندای خود کیف کنی. بسیار خوب. در بیرو با علاقمندات روبرو شدی؟ یعنی خارج از کشور؟ نه، در داخل افغانستان. ولی بیرون، مثلا بیرو که میری خودت با علاقمندات روبرو شدی، چی عکس العمل نشان دادن؟ باور کنین که بسیار عکس العملای زیبا و شیرین که اصلا من اتروز فکرام نکرده بودم که در زندگی من آمدنی است و میایه، چون رضای الله بوده که روز آمد. طفلک ها میبینن احترام میکنن و اکثریت جوان ها میبینن و هم احترام میکنن، هم بساری جا صدا میکنن که یعنم تو. باز ما میگم جانم، مرکی که صدا میکنه باز ما میگم جانم. خواه از هر نظریات و از دید و وادید که از هموطنان عزیز که تمام صورت میگره همگیشان دیگه خوش آمستم و خوش دارم که بعضی وقت در جاها و در بین شهر و بازار پیاده شوم که ببینم که علاقمندانم خدا چقدر است و نام خدا زیاد است. ما میفهمم که زیاد است، بخاطر که ما خودم در برنامه موسیقی هستم و کسایی که البته زنگ میزنن و مسج میمونن آهنگای خود تمروزه دیگه در برنامه نشر میشه. ایجوت روز نشده که آهنگ شرافت پروانی به نشر نرسه. شما خب سلامت باشید. شرافت عزیز، کدام آلی موسیقی را نواخته میتونی و به خودت خوشایند است؟ من خوش دارم که و علاقم زیاد دارم که تا جایی که من میفهمم هارمونیه. هارمونیه رو خب فعلا می نوازم، مگر امو چقدر که خودم علاقه داری؟ ما زیاد یاد ندارم. خب چه نمو چی میگن اندازه و می که کار خودم رایش میکنم و مو عشق خودم میکنم و هم به مو حد یاد دارم و خوشم دارم که در پولی هارمونیه. کاش که طبله ای هم می بودم که طبله می نواختم و خوب کش می خب طبله را دوست داری که بنوازی ولی یاد نداری؟ بله یاد ندارم. خب متاسفم. خب بس یاد دارم. اگر یاد بگیری کوشش کنی شاید شاید خوب است. آه چرا نه، یاد گرفتنش کدام چیز نداره. خب شرافت عزیز، تو وقت شده که خودت آهنگای تا بشنوی و بگویی که کاش کمی آهنگ نمی خواندم؟ والا شده آهنگ شده که از پیشم چپ راست شده و یکی یگانه کاری که من همیشه خودم با موسیقی کردیم که آهنگ از پیشم که اشتباه شده یا چپ شده یا راست شده اینطور البته اونقدر جدی نگرفتیم، گفتیم شد دیگه اگر خراب شده یا خوب شده و آهنگی که زورم رسیده خواندیمش که و نرسیدم استزمو که یک متل کلاناس میگن سنگی که زورت نرسید مچ کده ججون. اما تو یک قصه از باز آهنگی که نشیندم و شیپ و تیپم یا نتانم امور ما درست ادا بکنم باز خوش ندارم خراب کنم آهنگ کسی را. خب بسیار خوب. بیشتر یاد داشتی که در محافل شب نشینی هم خودت اشتراک میکنی. بله. بیشتر کدام آهنگت یعنی شده که دو بار سه بار خوانده باشی؟ با خانم شهر دوبای دیرا واوا مرو بیان بکنم قصه عاشقی را، با مرو قصه بکنم قصه دل باختن را. امی آهنگ است که زیاد میخونم. فکر کنم کمی آهنگ اجرام میکنم. اجرام میکنم. خوب است میشنوی؟ زنده باشین. آرزو میکنم که خوش بگذره براتون. مطمئن هستم که علاقمندایتم از دیدن و شنیدنش لذت میبرن. سلامت باشین.
شاهی است عاشقی بهتر از هزار شب شاهی است از کوچه عاشقان گذری کن ام بوی مجنون بوی شیرین از کوچه عاشقان راهی است
به به چقدر آهنگ زیبا. میفهمین یا آهنگ شروعش از یک جای بود ختمش از دیگه جایی چه رقم؟ بله خواستیم که اگه نواوری بیاریم نواوری هم شوه و یک آهنگ پشتو برگ سبز توفیق درویش برگ سبز توفیق درویش تقدیم تمام هموطنهای عزیز ما در جگر همه گیتان نفس تقدیم پشتو زبانهای عزیز و بخصوص تقدیم بسته افغانستانی عزیز و هر جایی که هموطنهای ما زندگی میکنن تقدیم کلگیشان. عاشقی بود بعد از عاشقی رفتیم یک چند مصرگه که یک موزیک به نام موزیک ژاپنی میگن که از قنداری رشد کرده دیگه دمو یک چند بنده که ما خواندیم خدا کنه که علاقه مندار خوشش بیا و دوستای عزیز که پشتو رو میفهمین آرزو میکنم که همین چیزی که ما گفتیم او را قبول بکنین اگر اشتباه شده باشه عفو کنین. آها سلامت باشی. آهنگات خیلی زیباست و یه آهنگ نواوری کردی دیگه این آهنگ پشتوم بعد از آهنگ عاشقی خواندی؟ بله. آها خب شرافت عزیز برنامه تیسی چقدر متفاوت است با برنامه های موسیقی دیگه در افغانستان؟ ورا اینجا نام خدا دیگه تفاوتش زیاد است. هم طریق موسیقیش و طریق ثبت و کار و بارش دیگه و همه چیزش یک چیز خاص است. خب شرافت جان تصمیم داری آهنگ دوگانه داشته باشی با یکی از هنرمندای ما؟ با مردهای از طبقه خانمها فرق نمیکنه. خودت تا فعلا فکر کنم آهنگ دوگانه نداشتی؟ نداشتیم. تصمیمم نداری با یکی از هنرمندای ما داشته باشی؟ فعلا تصمیم ندارم. خب بسیار خوب. آهنگای تا ویدیو کلیپ میکنی؟ فعلا تصمیم باهم ندارم. اگر تصمیم بگیری داخل افغانستان دوست داری ویدیو کلیپ کنی یا خارج از؟ نه داخل افغانستان. خب به خاطر که دوست داری زیبایی های افغانستان به تصویر بکشی و نام خدا قدر زیبایی هم که افغانستان داره فکر نکنم بسیار جاها داشته باشه. دقیقاً. و افغانستان ما جاهای زیبا و دیدنی و جاهای سرسبز، کوه ها، دشت ها، دریاهای فراوان با هواهای زیبا زیبا با شمالهای زیبا زیبا داره که انشالله اگه من استفاده کردم در کلیپ های خود از آب و هوا و از پروان جانم هستی و مخصوصا دند شمالی کلی افغانستان کل جای افغانستان زیباست دیگه انشالله اگه من زنده باشم مگر هر وقتی که من خواستم که کلیپ ثبت بکنم انشالله که تصویرهای افغانستان برای پرده تلویزیون انشالله حتما منتظر هستیم و آهنگی که البته آهنگ آخری که اجرا میکنی در تی استیج کمک در موردش بر ما معلومات بده. یکی از پارچه آهنگایی است که نسبتا محلی گفته میشه و آهنگی است که دیام یک نکته که زار شما زار یک نکته پشتو استفاده شده دیگه امیر برتان میخوانم و یکی از آهنگایی است که سبته های قدیم است. خب بسیار خوب. آهنگایی که در تیسته اجرا میکنی تمامش نظر خودت بود؟ انتخاب خودمان بود و با جمعی از دوستای اگه مشوره هم کردیم بخصوص به امرای اعضای تیم موسیقی. بسیار خوب. سلامت باشی شرافت عزیز از اینکه در برنامه تی استیج آمدی. خیلی خوشحال شدیم و خیلی آهنگای مقبول اجرا کردی. دیگه برنامه خوب داشتیم. جهان سپاس از خودت. از خودتان سپاس مروه جان عزیز. از صحبت های شیرینتان سپاس. موفق باشین، سربلند باشین، خوش و خندان و تایت و رایت باشین. و جهان سپاس از شما دوستایی که تا این لحظه بینیدی برنامه تی استیج از شبکه جهانی آریانا بودین. امیدوارستم تا این لحظه اوقات خوب و خوش را سپری کردین به خاطر که شرافت جان پروانی آهنگای خیلی مقبول تقدیمتان کرد. دیگه آهنگ آخرشون فراموش نکنین، آهنگ مقبول است. و در آخر یک تشکری از جامعه دیزاین به خاطر تهیه لباسای خودم و تشکری خاص از نوازندای عزیز ما که همیشه زیبا می نوازن. تا برنامه بعدی تی استیج خدا نگهدار همه. دل دارم دل دیوانه دارم وای 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 زار شما زار غم و بسیارم از جانا ندارم وای 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 برای آن که از ما گریزم وای 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 زار شما زار سر شب تا سحر پیمان ندارم وای 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 وای
مسافری عجم دلگیر و زار است وای 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 زار سمزار اگر شهزاده باشد خار و زار است وای 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 اثران تو شک تو قالین چه باشد وای 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 زار سمزار بزیر پای کش مانند خار است وای وای شد وای وای وای